اسلامی مهم بوده و مسئله تجربه نداشتن یا مسئله ورجینیتی برام مهم بوده، صبر کردم تا یکی از این دانشجوهای بورسیه که از ایران آمد، به محض اینکه ازش خوشم اومد بهش نزدیک شدم. از اولم گفتم که من یکی این که حجاب تو منو جلب کرد، دوم به اصطلاح این که حس میکنم دختر محجوبی هستی و فلان. من مسلمونم، عقایدم هم اینجوریه، نماز میخونم، روزه میگیرم، 22 سالگی مکه رفتم، بعد دنبال یه همچین زنی هم میگردم، اونم خیلی آره و بعد اینو نمیخورم و اونو نمیخورم و دستش به دست من نخوره و پاش به پای من نخوره و اینا، خلاصه همه چینا. حتی یه سفری ما با چند تا از دوستان رفتیم، بالاخره در اون چادری که هممون خوابیدیم، این خانم شبم با روسری خوابید. بعد میگفت بعد از یه مدتی ما گفتیم خب صیغه محرمیت بخونیم و ما با هم یه مدتی زندگی کنیم، بعد ببینیم که به ازدواج برسه یا نه، و ایشون هم قبول کردن. ما صیغه محرمیت رو خوندیم و اینا، ما یک دختر با تجربه همه فن حریف همه دانا، و میگفت من یک شوکی شدم که تردید نداشتم که این خانم به من دروغ گفته. بعد به من تلفن زده بود که حالا من اطمینان دارم که با این نمیتونم ادامه بدم، ولی نمیدونم هم چی بگم. و اصلا دکتر فرمودی یک هفته از مغزم چیزه، هی تکست میکنه، ایمیل میزنه، میگم آن بیزی و مینویسم اینجوری اینا، به نظر شما من چیکار کنم؟ گفتم چرا فکر میکنی که یه دختر با تجربه ممکنه خوشبختت نکنه؟ گفت نه 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 دکتر فهد، من اگه میخواستم با یه دختر با تجربه خوشبخت بشم، قبلا آدمایی تو زندگیم بودن که خیلی بیشتر از ایشون دوست داشتم. ایشون فقط به خاطر اینکه فکر کردم وصله تنمه. بعد گفتیم که خب اگر یه همچه حسی داری باید بهش بگی و اینا، به هر حال با او صحبت کرده بود و اینا. بعد به خانم گفته بودش که من ادوایس گرفتم که به تو بگم اینجوری اینا، ما نمیخوایم ادامه نمیتونیم بدیم. و بعد موقعی که خانم با من صحبت کرد دیدم که خب بله، واقعا ظاهر گویای آنچه که هست نیست همیشه. اون یه نوع اجاستمنت فرهنگی میتونه باشه. بفرد من یه تجربه دارم که این داستان به قبل از انقلاب برمیگرده. من خودم وزارت اقتصاد کار میکردم تو میدون عرق، اونجا نزدیک مسجد عرقم. ما سالهای 1974 تا 76 آمریکا بودیم، برگشتم به وزارت خونه همون میدون عرق. تو این دو سال انقلاب هم نشده بود. چنان قیافه و ظاهر همکارای من عوض شده بود که میگم بغل مسجد عرق با شقایق اون زمان میگفتن میامدن. و بعد تو وزارت خونه من دیدم بچه هایی که خب میشناختم، همه ما تو ایران خانم و آقا با هم روبوسی نمی کنم، اونم تو راه روی اداره میدونی چجوری. اصلا شاک شده بودم من از امریکا میام، ولی مثل از داهات دارم میام، چرا اینا اینجوری شدن؟ انقلاب هم هنوز نشده. این کجا قرار میگیره؟ این که دیگه مسئله فشاره. من چون اون سالها نبودم تو ایران، حقیقتش نمیتونم اظهار نظر کنم، ولی منم مثل شما وقتی در سال 1970 و اواخر 75 برگشتم به ایران، یعنی مهر 75 برگشتم به ایران، من اقوامم، فامیلم، مادر پدرم یه مهمانی خواستن برای من بدن. بعد اینا چمدون منو که باز کردن گفتن تو چرا لباس نیاوردی؟ و بعد با عجله منو برداشتن بردن خیابون وزرای بوتیکی که تو اون بوتیک واسه من یه لباس بخرن واسه اون مهمونی. من تو این بوتیک که رفتم یه صحنه دیدم که انقدر غریبه بود برام که از در مغازه اومدم بیرون و مرحوم خاله من همراه هم بود، گفتم من. و چیزی که من دیدم تو اون بوتیک این بود که یه آقایی که
موهاشم مش و اینا داشت و اینا. بعد خیلی خیلی آلامود مثل هنرپیشه های سینما. این آقا و یه خانومی که همطور که شما گفتید با شلوارک بود و یه چیزی شبیه مایو از پشت و اینا. و بعد این خانم با یه سگش بغلش اومده بود اونجا لباس بگیره و اینا و اینا داشتن با هم قهوه میخوردن و آقا داشت بال قهوه واسه این خانم میگرفت. و بعد من فکر کردم اینجا مثلا باید حالا این وایسی تا بگن که چی میخوای و اینا. دیدم هیچکس محل نذاشت و اینا. یه دقیقه وایسادی وایسادی اینا همطور خودشون گفتگو میکردن که من از در اونجا اومدم بیرون. و پیش خودم فکر کردم که خب قبل از اینم که از اینجا برم دیگه حالا مثلا هر کسی دیگه چند بازی پولی جمع میکنه میره به بیورلی هیلز بگرده. من اینو تو مغازه های اینجا ندیده بودم این فشنو. و خب اون سالهایی بود که فکر میکنم به هر دلیلی که نمیتونم تجزیه تحلیل کنم خیلی سفر به کشورهای خارجی راحت شده بود و همه آدما می اومدن. بله راننده تاکسی ها می اومدن. با تاکسی می اومدن اروپا میگم راننده تاکسی ها می اومدن. آها راننده تاکسی با تورای خیلی عالی. بله به هر حال فکر می کنم که خب توقعه تو ترانزیشن بود دیگه. حالا من همیشه میگم میگم دو نفر در تاریخ ایران میشه قابل مقایسه هستن. حالا میدونم خیلی از ابتدای این مقایسه خوشنود نمیشن چون کاری که برای ایران کردن خیلی فرق داشت با هم. ولی یک رضا شاه که حجاب رو به زور برداشت، دو خمینی که حجاب رو به زور گذاشت، هر دو یک نوع آسیب زدن. و اونی که ایندیویدوال رایت یا اراده فرد رو برای اینکه چگونه باشه هر دو مغلوب کردن. و خب این یه پیامدهایی داره که باز بیشتر به سمت افراطه. من فکر میکنم که یه رو بریک بگیریم برگردیم که اون وقت بحث بخش دو